چطور میشه که باغای قیسی را با باغای ساده آدم بشناسه؟ کدام تفاوتی وجود داره یا نه در ظاهری باغا؟ بنچه 7-8-9 مثلی باشه. 7-8-9 7-8-9 از شخصین میتونیم که رو بگیریم گلدینگایش بخوریم. آه بخوریم دیگه. گلدینگ خیلی مزه میده. سرازی چی فکر میکنین وقت کلمه گلدینگ میشنین دان تنقم او نمیگیره؟ گلدینگ میگیره. خب ایش خواستر است ها؟ آه. از رنگش هم معلوم است. عزیزان همراه در کانال یوتیوب چند برمیدیا، درود بر شما. امیدوار هستم حال همگی تان خوب باشه و دلتان به زندگی و عشق گرم باشه. عزیزان دل، همونطوری که در برنامه قبل خدمت شما یادآوری کردمی که ما همراه با انجینر دریا قرار است که باغای قیسی جوزری رو کلش نشانه کنیم تا یکی وقتی بهار در فصل زردالو در اینجا آمدیم هیچ یک از این باغها از پیش ما خطا نره. سلام دوستای عزیز، امید که خوشحال بشید، از عافیت کامل برخوردار بشید، به جزیره زیبا و برفی خوش آمدید. خب دوستای عزیز، شما میبینید که تمامی باغایی که در اینجا هست کلشون یک رقم است. ما دقیقا نمیفهمیم کدام باغ قیسی هست، کدامش زردالوی ساده هست. فقط میتونیم بفهمیم که مثلا فلانی باغ زردالوی و فلانی باغ بادام و فلانی هم باغ شفتالو. این حالی باز باغای دریا میریم و تک تکشانه برای ما نشان میده و انشالله اگر تابستان در فصلی زردالو آمدیم باز از پیش ما یک هیچ کدامشان هم خطا نره. خب دوستای عزیز، از امی اول باغا شروع میکنیم که دقیقا کدام باغا باغای قیسی است تا در مواخر. لطفا با ما همراه باشین. اینی باغ کست باغی وصلی هست. وصلی سنگانی میگه. وصلی سنگانی ها؟ وصلی سنگانی ها. خیلی شیرینه دیگه. بسیار خوب. دوستای عزیز حساب میگیریم. یک. این باغ شکست هم آمازه یه. بسیار زور باره. خیلی زیاد بار مونه. شیرینه دیگه. بسیار. این باغای قیسی نیمی قدره. خواه. اصل قیسی ها پایه دیگه. باید پایین باریم و باغای قیسی رو در پایین پیدا کنیم. خب آقای دریا، چطور میشه که باغای قیسی را با باغای ساده آدم بشناسه؟ کدام تفاوتی وجود داره یا نه در ظاهری باغا؟ ظاهر باغا وقتی که برگشته باشه که بس تفاوت داره. اینقدر بر فرق نه، فعلا هم باغای قیسی ریزه تره، خصامت خورده. خب یعنی چون باغای قیسی ریزه هست ایتو نشه که ما بعضی باغای دیگر رو ببینیم خورد باشه و فکر کنیم قیسی است. اینطوری خو نمیشه نه؟ نه باز فرق نه. خواه بسیار. و جز از زردالوهای قیسی چیزای دیگه هم هست. و باغای دریای درخت که پیش روی ما هستی چی هست؟ این آلوچه یا ماری سرخ میگم ها؟ خواه آلوچه. و جز از آلو... رنگ لکس داره. رنگ مزیش چی طور است؟ مزیش هم که بیرسه دیگه خیلی مزه. باز دوال تلخه. تلخه. وقتی نرسه تلخه. کس خوردن هم نه؟ خواه ایش هم شفتالو هست. ایش هم شفتالو هست. اما کل این درخت ها را که فعلا از یک زاویه دور که ببینیم همگیشان یک رقم است. خب زمستان است دیگه. زمستان یک از خوبی های زمستان یک رنگ کردن است. اون رقمی که کوه ها و بنها سفید میشه و یک رنگ میشه. آها امی آه یم وصلی سنگانی هست. خب رو بروی ما یک وصلی سنگانی دیگه. آه یم دیگه دیگه ایش کست یم وصلی خیلی شیری هست. راستی آه بازی از رنگ مزه خو از رنگ خو کست باقی ترشک بری هست. خب کس نمو فاهمه. جب عجب ده ای ساب یک رخم بعض از این باقا راز هم داره دیگه. ای باقا هم باقی وصلی هست. ای هم مزی وصلی هست. باز دزو یک وصلی هست، سه رقم وصلیه در یک باغ. سه نه باز ارسیش که هست وصلیه دیگه شیریه. بسیار کشته از خیلی خوب لکس میه. کشتهش رنگ شکتروشه گوریه باز کشته از دیگه خیلی مزه کشیریه. خب باقای دریا از کشته ازی فعلا هست نه؟ آه هست نه بریم نشجان کنی. آه نشجان بیشک بیشک دسته عزیز کشته را هم میبینین و ما هم میخوریم. ده ای جمع باقا هم فکر کنم یک خو از امی باغ دومی که شما در تصویر میبینین باغ قیسیه.
آقای دریایی هم با قیسی سنگانیه یا دیگر رقمش هست؟ یه هم سنگانیه. خواه سنگانیه بازو باغ وسطیش کلانی که هسته بازو قیسیه. قیسیه قیسی چش نقصه. خواه بعد باغ او طرف باغ قیسی هم فکرم او هم قیسی هست. وسلیه وسلی. خواه دوست... این وسطی هم وسلیه وسط زمین. این وسط زمین ها؟ آه اینه. آقای دریا تا فعلا چند تا باغ قیسی هرده میساب کردیم؟ فعلا هسته 5-6 تا نشد. 5-6 تا باغ قیسی در بین قباغ 5-6 تا باغ قیسی تا هنوز پیدا کردیم. دوستا یادتان نره. خب 6 تا باغ قیسی است. 6 تا یه هم باغ وصلی است. درست است؟ یه هم باغ وصلی. تازه وصلی کردیم. البته تازه وصلی شده. وصلی دوستا عزیز یک چیز براتون اضافه کنیم. وصلی وصلی یعنی همون پیوندی که دوستای دیگه میگه وقت پیوند بزنیم در واقع اینجا میگه وصلی کرد. خب وصلی. خب آقای دریا فکر کنم پایین هم باید باقای قیسی زیاد باشه نه؟ اونجا قیسی زیاد هست اونجا اصلی هایش یه خب خب خیمه گفتم که چون باقای قیسی اصلی در پایین از کل اطراف شد باز برف پوشندی نه؟ پس نخوره خب خدایم رفتم دوست عزیز یک جا آمدم که دیدن باقای و قیسی بالاخره یکم هزینه زیادتر بود و ما از این مسیر آمدیم پای ما به حساب تر برف شد. خب آقای دریا در این پایینی چند تا باقای قیسی داریم ما و شما؟ دیم اینجا هرچی میگیرید دیگه اینجا شاید اقدمش از یک نوع قیسی بشه. اقدم این میاد تازه دیگه وصلیشتیم این شاید 8 نو دنه شاید در اینچه 7-8 نو وصلی باشه. 7-8 نو؟ 7-8 نو. خود باز یادتان هست که اینا چی نام داره و چطوری یاد میشه؟ یه نام یه ازم بالایی کستا اموزو وصلی سنگونیه. خواه بازیش کستا وصلی چلونگی میگه از چلونگی منطقه چلونگ آورده بیدو. خواه بازو پایینیش کستا هم وصلی سفید مگه نه باز تقا آورده بیدو. مو بنا اون وصلی نیم میدخشی ها وصلی نیم بس به معنی که کس که از... نیم هست باید خیلی باقای قیسی زیاد داشته باشه. آه باقای قیسی باز امزا آورده دیگه. خواه اون پایینیش هم امزا باقی امیری دیگه. عجب امیری. آها رسی دوستا عزیز زردالوی امیری در شار خیلی شهرت دارم. وقتی که او زردالو رو با این زردالوها اینجا مقایسه میکنیم مزهش خیلی فرق داره. زردالوهای امیری رنگ و بویشان رنگشان البته رنگشان خیلی زیبا هستن مزهشان اصلا با این زردالوها قابل مقایسه نیست. درست است؟ دیگه تروشه کردی. خب دوست عزیز تا فعلا آقای دریا باقای زیادی زردالوهای قیسی برای ما و شما نشان دادن و در این جمع زردالوهای امیری هم نشان دادن. اما یک چیز میخوایم اضافه بکنیم که زردالوهای امیری اونایی که دشار هستن ما و شما که میخوریم خود زیاد مزه ندارن اما رنگشان خیلی جذاب است و آدم حس میکنه خیلی بامزه باشه ولی دو اندازه نیست. آقای دریا چطور زردالوهای امیری اینجا هم بمون رقم است؟ آقا اینجا هم رقم مزه چندان ندارن نسبت به دیگه زردالو. باز رنگ و بارش خیلی لکس هست هم کلان نسبت دیگه زردالو ها هم خیلی خوش رنگ هست. باز دو رقم داره اینجا از امیری یکی سفید رنگ سفید داره یکی زرد هست. باز زرد چه نسبتا در سفید کم خوشمزه تر کم خوش میده ولی نسبت دیگه در دیگه باقای وصلی و قیسی چندان مزه ندارن. از این که معلوم میشه که در اینجا که زردالوی امیری بسیار در یک میزان پایینی طرفدار داره. فقط بعضی ها که اینجا زردالوی امیری پیوند زدم فکر کنم بازی امو رنگ و رخ شخورده. آه رنگ و رخ بازی رنگ و رخ. ولی بازم من حد میزنم که اگر زردالوی امیری خوب برسه بانه که یک چند رکم آب بگیره شاید مزهش خوبتر شد. چی تو؟ بیرسه خوب بیرسه که مزه میگیره. باز اینجا یک رقم است فقط به این ازمون رقم هست چون باق رقم زیاد داره. درست. باز میری باز دبینی دید بعض خانه های دیگه منطقه های دیگه میری خیلی طرف دار داره. خب مثل زمان گپ هست میگه سیری هست.
وقتی نداشتی بسیار با ارزش است، وقتی داشتی باز معمولا دنبال خوبایش میگردی، درست؟ دنبال خوبایش. خب بسیار عالی دوست عزیز، مود فصل برف دنبال زردالو های قیسی در منطقه زیبای جوزری آمدیم. خب وقتی که باز بهار شد انشالله و زردالو هم بیرسه باز وقت چی قوقای خواد کردن، درست؟ خب اینال هم دوست عزیز شما اگه وعده بدین که برنامه های ما رو میبینین و ما رو حمایت میکنین و ما در فصل زردالو همراه آقای دریا دوباره در همی جای میای ما از این باقای زردالوی قیسی و امیری حتما میخوریم و بازم اگر شما زیادتر از این با ما مهربان میده حتما بر شما از زردالوی قیسی روان میکنیم. خب دوست عزیز بازم یک عالم ممنون آقای دریا. داخل یک دیگر یک باغ من دمیج بله سرمو همی؟ یک کس دیگر این بنامی گلدینگی ها گلدینگ میشه خیلی تر خوریج مزن دیا وای جان گلدینگ دوست عزیز شما گلدینگ شنیدیم؟ گلدینگ اگر نشنیدیم دقیقه نمی باغ بله سرمو گلدینگ داره نه؟ گلدینگ بیرس هم تانه مفتره در شخش همونجی خوش میشه از شخص اینه میتونیم که رو بگیریم گلدینگ هایشو بخوریم آه بخوریم نگه گلدینگ خیلی مزرمه سرزی چی فکر میکنین وقت کلمه گلدینگ میشنین دان تنیق خم او نمیگیره گلدینگ میگیره بگه دیده خوش که خب حتما شیرین و خیلی با مزه است خیلی مزه است مثلی هسته باز نمفته نه وقتی بیرسه نمیرزه سیار خب دوستای عزیز آقای دریا پیشتر از کشته ای باقام زیاد تعریف کردن و وعده کردن گفتن که از او کشته ها در خانه هم هست ما آقای دریا میریم و از او کشته ای که خیلی مخصوص و ویژه هست میخوریم و با ما همراه باشیم. دوستای عزیز امور خمی پیشتر براتون گفتم که منطقه جوزری بسیار برفگیر است و زمستانش هم خیلی سرد. ما که اینجا آمدیم باور کنین که خیلی احساس سردی میکنیم دقیقا نمی حالی همی برف کم اینجا جارو شده از زانوی ما بالا هست بعضی هم که برف در کمر یا برف در زانوی جوزری دقیقا نمی حالی برف در کمر. خب دوسته عزیز تایی که ما آقای دریا میریم خانه بخیر کشتن و اشجان میکنیم یک چیز برتان در مورد جوزری زیبا بگویم این که در اون سالایی که ما بچه بودم و در این جوزری زندگی میکردم به این اندازه باغ نبود. باغ هم اگر بود باغای قیسی خیلی کم بود. اما بعد از این که کاکایم پدر آقای دریا در اینجا آمدن زیاد باغ کاری کردن و باغهای خیلی خوب اینجا کاشتن و در این وقتا به حسابشان استفاده میکنن. یعنی جوزری گرچن سابق هم خیلی زیبا و دیدنی و شیرین بود ولی با وجود داشتن باقای قیسی شیرین تر از گذشتهش ده. بنابراین به یک نحوی آمدن در جوزری واجب است. خب شمایی که این ویدیو رو میبینین و در خاطر داشته باشین اگر وقت گذرتان طرف دایکندی بخصوص ولسوالی میرامو رو قریه یوسپوک شد سراغ آقای دریا و باقای قیسی شتمن بگیرین مطمئنن هم خاطره زیبا برتان ثبت میشه و هم یک گالم از این باقای قیسی و مزدار لذت میبرین. خب دوستای عزیز ما آمدیم در خانه آقای دریا بالاخره منتظر کشته ای که آقای دریا وعده کرده بود هستیم. دیگه شما منتظر بشین که آقای دریا کشته رو بخیر میاره و با هم با یک چای بسیار بامزه نوشجان میکنیم. سلام علیکم. خب اینو بخیر اون کشته که آقای دریا وعدهش داده بودن رسیدن. آدم ایران میمونه اول از کدامش بخوره آقای دریا اول از کدامش بخوره فقط خوش کده هیچ کس تا او باقی زردی که هم او مثل ترشه گوریه دیگه ای از باقی چلونگیه فعلا دیگه این دو نوشی هست.
در این فصل زمستان، در این وقت سردی، ما و شما فقط میتونیم در جوزری کشته قیسی باغ چلونگی و باغ چی بخوریم؟ باغ زرد دیگه، زرد زرد چلونگی. زرد چلونگی با اجازه. خیلی خاص است، خیلی دیگه. دوستان عزیز بفرمایید امروی ما کشته هم بخوریم؟ با اجازه دیگه. خیلی خاص معلوم میشه. خب ایش خاص‌تر است ها؟ از رنگش هم معلوم است. دوستان عزیز این کشته ها به صورت ساده و سنتی تهیه میشه، در خشک کردن از جای هیچ نوع مواد اضافی استفاده نشده. ببینین رنگ طبیعی کشته ها چقدر زیبا و نزدیک به خود زردالوی تر است. یکی از ارزش های کشته ها هم همیست که به شکل سنتی و خالص است. هیچ نوع مواد دیگه ای که در کشته ها استفاده میکنیم استفاده نشده و یعنی هیچ نوع سلفری در یک کشته ها به کار نرفته. بنابراین هرچند اگر یک کشته ها را به صورت مدرن تر خوش کنه، شاید رنگ روخش خیلی بهتر از این بیه و بازارش هم خیلی بهتر از این باشه. با آن هم مزه و لذت خاص خود یک کشته داره و هرگز طعم شیرین یک کشته از یاد ما نمیره. باشه جان. ممنون آقای علیم. دوستای عزیز ای بود برنامه معرفی باقای قیسی در جوزری زیبا. البته جوزری خودش زیبا نداره، من از بس که این منطقه رو دوست دارم در آخر جوزری زیبا اضافه میکنم. بهشتر؟ بهشتر. این بود برنامه ما معرفی با آقای قیسی. آقای دریا تک تک با آقای قیسی رو برای ما و شما معرفی کرد، تا اینکه اگر انشالله زندگی بود که هست در فصل زردالو اینجا آمدیم اون با آقای پیش ما گم نشه. قبل از هر چیزی دوستای عزیز یادتان نره که کانال یوتیوب چنبر میدیا رو سابسکرایب کنید. اگر از برنامه های ما خوشتون می زنگوله رو حتما فشار بدین، تا اینکه از برنامه های بعدی ما زودتر از دیگرها آگاه شوید. دیگر گفتنی خاصی نیست، همگی شما رو به خداوند پاک میسپاریم و مواظب خودتان باشید و یک عالم سپاس از آقای دریا. تشکر. خوش آمدید. سلامت باشید.